درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه 26 تیر ماه همراه ما باشید. همزمان با بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌های ایران، گزارش‌ها حاکی از درگیری مردم در رشت با پلیس برای جلوگیری از بازداشت زنان است. مردم رشت شامگاه یکشنبه در میدان شهرداری تجمع کرده و تلاش کردند از بازداشت زنان به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری جلوگیری کنند. امروز نیز گزارش‌هایی از شهرهای مختلف درباره حضور گشت ارشاد از جمله در کرمانشاه منتشر شده است. کرمانشاه پاساژ ارج رو می‌بینید که آمران به معروف اومدن و اونایی که بی حجابن رو می‌برن هم با ون هم اومدن. احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش شب گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است که مؤسسه آموزشی گاج به دلیل جهتگیری در حوادث سال گذشته تعطیل شده است. قبلا مؤسسه گاج توسط نشریات تندرو متهم شده بود که در آزمون‌هایش از شعری از فرخی یزدی استفاده کرده که کنایه‌ای به شرایط انقلابی ایران است. شماری از رسانه‌های داخل ایران از تداوم افزایش قیمت مرغ و رسیدن هر کیلو گوشت مرغ به 112 هزار تومان خبر دادند. این در حالی است که قیمت مصوب هر کیلو مرغ 73 هزار تومان است. دبیر کانون مرغداران گوشتی ایران خرید کنجاله سویا از بازار آزاد را دلیل اصلی افزایش قیمت تمام شده مرغ اعلام کرده است. انجمن تجارت الکترونیکی تهران با انتشار گزارشی از وضعیت بحرانی کیفیت اینترنت در ایران خبر داد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ایران از این نظر در میان 100 کشور جهان در قعر جدول است و با ایستادن در جایگاه 99 پس از میانمار پر اختلال ترین اینترنت جهان را دارد. غزاله شارمه، دختر جمشید شارمه، زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام در ایران از تماس تلفنی غیرمنتظره او خبر داده و ضمن اشاره به اینکه پدرش از صدور حکم اعدامش بیخبر بوده، ابراز نگرانی کرده است که نکند این تماس خداحافظی او باشد. جمشید شارمه فعال سیاسی متولد ایران که با تابعیت آلمان در آمریکا اقامت داشت، تابستان 99 در دبی توسط ماموران حکومت ایران روبوده و به این کشور منتقل شده است.